یکی از مکانیسم هایی که علماء سوء اهل خلاف بکریه و عمریه و به طبع اون پاره از افرادی که مدعی پیروی از اهل بیت اسمت و تهارت هستند از اون استفاده می و معارف وحیانی و شرای آسمانی رو تحریف می کنن استحسان وقتی میگیم استحسان عزیزان منظور ما دلیلیه که در عقل مجتهد پدید میاد و خوشایند اوست و اون رو میپسنده و مقتضای این پسند ترجیح قیاسی پنهان بر قیاسی آشکار و یا استثناء یک جزئی از حکمی کلیه بنابراین استحسان قیاسی پنهان و یا استثناء کردن یک فرد از حکمی کلیه به خاطر مسلحتی که مقتضی استثناء از اون حکم لازم به ذکر عزیزان مجتهد انسانی معمولیه خطاکاره بعضا کار هم هست و چه بسا به خاطر جلب منفعت یا لذتی برای خودش و دوستداران و طرفداران خودش یا حتی بر اثر خطا یا فشار حکومت یا فشار مردم تحت عنوان استحسان در دین خدا بدعت میگذارد یا حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال می کند چرا اینطوره چون مجتهد دارای مقام اسمت نیست دارای علم لدنی نیست دارای ولایت تکوینیه و ولایت تشریعیه نیست مجتهد در جمیع فضائل از جمیع خلایق برتر و بالاتر نیست و خداوند صبحان یک چنین کسی رو به عنوان حجت خود فراروی خلق تعیین نکرده است خواسته اینکه که مجتهد عزیزان نه به اسم و شخص بلکه با شرایط عمومی به عنوان مبین شرایع الهی در اختیار مردم قرار دارد خادم مردم است لذا عزیزان دیدگاه و نظر کوتاه مجتهد برای تشریع موارد جدیدی که پیش میاد و شارع مقدس برای آنها قانونی تشریع نکرده است کفایت نمی کند مواردی پیش آمده است در عمومات ادله و به طور خاص حکمی برای اون نداریم حالا مجتهد میتونه از جانب خودش برای اون حکمی اختراع بکنه؟ نه چون دیدگاه او دیدگاه کوتاهی است معصوم نیست دارای علم لدنی نیست دارای ولایت تکوینیه و ولایت تشریعیه نیست در جمیع فضائل از جمیع خلایق برتر نیست و خدا به اسم و شخص او رو تعیین نکرده است در مقامی نیست که بتواند قانون وضع کند لذا نگاه و نظر مجتهد عزیزان برای تشریع احکام جدیدی که شارع مقدس اونها رو تشریع نکرده است کفایت نمی کنه. چرا؟ چون چه بسا حکمی که مجتهد در اجرای اون مسلحتی عمومی می بیند ولی در واقع چنین نیست بلکه شاید مسلحت اندیشی او بیکرانه از فسادها و ظلمها رو در پی داشته باشد چنان که تاریخ بشر مملو و از خطاهای بیشمار و جنایات بی حد و حصر چنین فقها سو و مسلحت اندیشیه تاریخ جنایات کلیسا در قرون وسطا و فقهای اهل خلاف بکریه و عمریه چه پیامی برای ما دارد نگاهی گذرا به بدعتهایی که علماء یهود و نصارا و بکریه و عمریه در دین خدا نهادند و معارف وحیانی و شرای آسمانی رو تحریف کردند بندازید چه جنایات هولناکی به نام خدا و دین خدا در طول تاریخ به ثبت رسیده است البته با کمال تأسف این بیماری واگیردار به برخی از علماء سوء مدعی تشیع و مدعی پیروی از اهل بیت اسمت و تهارت هم سرایت کرده است و موجب سرفکندگی اهل حق شده است پروازهه که دست عقل مشتهد از ادراک مساله واقعی و حقیقی و جامع نگرانه کوتاه است و به همین دلیل گاهی دو یا چند مجتهد در مسلحت آنچه که روی داده است اختلاف نظر پیدا می کنن. در حالی که اگر 124 هزار پیام آور الهی رو یک جا جمع کنید هیچ اختلافی بین اونها دیده نمی شود بنابراین عزیزان چگونه مسلحت احراز می شود چگونه مسلحت منضبط می شود چگونه مسلحت برای مردم تضمین می شود تا مجتهد بتونه با عقل ناقص و دانش محدود خودش از جانب خودش برای اون حکمی تشریع بکنه و اگر این کار رو بکنه آیا این شرک در تشریع و قانونگذاری نیست؟ حقی که حق انحصاری ذات ربوبی است توحید تشریعی بر این امر دلالت میکنه ایشون رو همسنگ خدا کرده قانون وضع میکنه در واقع عزیزان استحسان به نوعی به قیاس یا مساله مرسله برمیگردد بطلان حجیت قیاس رو که بررسی کردیم خدمت شما ثابت شد قیاس هیچ حجیتی ندارد و باطل است اما در خصوص مساله مرسله در بحث آتی با شما عزیزان سخن خواهیم گفت نتیجه ای که میخوام بگیرم این عزیزان استحسان یا به قیاس یا به مساله مرسله برمیگرده و وقتی حجیت قیاس ثابت نباشد حجیت مساله مرسله هم ثابت نباشد حجیت استحسان هم ثابت نخواهد بود از این جهت ما در خصوص استحسان چندان بحث رو طولانی نمی کنیم فقط توجه داشته باشید بیشتر اهل خلاف از هنفی ها و همبلی ها به استحسان تمسک می جوین. ولی اهل بیت اسمت و تارت علیه مسلم و بسیاری از صحابه و همه آلمان شیعه و بسیاری از فقهای دیگر مذاهب استحسان رو انکار کردن از جمله شافعی از شافعی نقل شده است که گفته کسی که استحسان کند در دین خدا بدعت گذاشته است